واسه دیدن دلم شور میزنه واسه دیدن دلم چی گفتم از همون روزی که دنیا اومده تا رسیدن شور میزنه تا رسیدن

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل دوستان گرامی سلام علیکم و رحمت الله شبتون بخیر باشه انشالله حالتون خوب باشه دعاگوی تک تک شما بزرگوران هستم انشالله که خداوند متعال به شما خیر و سلامتی بده و هر کاری که انجام میدید اون کار قدم برای امام مهدی باشه نیتتون این باشه تا انشاءالله تک تک لحظات زندگیتون امام زمانی باشه دعا کنیم برای زور ما مهدی و مطالب شروع کنم خدا یا به محمد و آل محمد تو رو قسم میدم سل علی محمد و آل محمد رب و و یا رب العالمین یا الله یا رحمان یا رحیم خدایا تو رو به عظمت اهل بیت قسم میدم عجل لولی یک الفرج اللهم عجل لولی یک الفرج و من عوانه و انصاره خدا یا ظهور امام زمان علیه السلام رو نزدیک بفرما و ما رو جزو یاران اون حضرت قرار بده عاقبت امر ما رو ختم به خیر کن دوستان گرامی که التماس دعا داشتن مریض داشتن گفتن دعا کنیم که شما بیننده آمین بگید دوستان و گرامی حتما آمین بگید خیلی مریض دارن خدا یا طور به بزرگی اهل بیت قسم میدم عزیزانی که مریض دارن شیعیانی که مریض دارن به محمد و آل محمد مریضاشون رو از شفای عاجل عنایت بفرما مشکلاتشون رو حل کن عزیزانی هم که قدم میگیرن برای نشر روایات به تک تک و اونها اوقات به خیری عنایت کن مشکلاتشون رو حل کن اللهم صل علی محمد و خب دوستان عزیز شبتون بخیر من بی خبر اومدم واسه لایو چند تا سوال رایج رو میخوام جواب بدم این سوالات خیلی باعث شده که خیلی از بزرگواران حرفای عجیب غریب بزنن یه بنده خدایی میگفت که آقا به خاطر شرایط بد بذاری سوالا رو اصلا بپرسم یه بنده خدایی میگفت که اینجاست میگفت که سلام امام زمان بیاد گردم میزنه ما اینجوری شنیدیم و من الان جدیدا میله به دعا ندارم حالا نمیدونم حالا واقعا اینجوری هست یا نیست شاید یه روز مثلا این حس رو پیدا کرده ولی به بعدش نه ولی کاری به این نداریم که واقعا چون خیلی این اتفاق به معنی کلی برای همه در کل ساعت بیفته کمی بعیده ولی خانواده خودم بودن خواهر خودم بود مطلب از من قبلا چند بار سوال کرد و سوالی است که همه دارن ولی آیا واقعا دعا نمیکنه برای ظهور ما مهدی دوست نداره ظهور صورت بگیره این یه بحثیه ولی کاری به این نداریم من دوستان گرامی چون میخوام سندم نشون بدم خدمتتون اگه فرصت کنم خب ببینید بزرگواران اول امام مهدی میاد گردن میزنه یه سال از شما با کی جنگید؟ امیر با مردم عادی جنگید؟ نه اونهایی که در جنگ با امیر شرکت کردن خوب دقت کنید چی دارم میگم میخوام خیلی راحت صحبت کنم اونهایی که در جنگ با مولا امیر شرکت کردن امیر با اونها جنگید درست یا نه؟ هم در جنگ با خوارج هم, هم در جنگ با معاویه هم در جنگ با تله و زبیر و آشه با اونها جنگید که مقابل حضرت استادن امام مهدی که تشریف بیاره شما میخواین مقابل امام مهدی وایسی اگر میخواد مقابلش وایسی خب باید گردن زده بشه مقابل ما چون امام مهدی که میاد جنگ نمیکنه امام که میاد اول ارائه برهان میکنه همون اول قدم اول امام زبان چه شما بگید شما بیننده روایت حالا فرض کنید که شما اصلا تو عمرتون روایت ندیدید فقط شنیدید اون چیزی که شنیدید چیه در مورد زهور؟ اینه که امام مهدی اولین کاری که میکنه میاد از کنار کعبه صحبت میکنه ببینید اولین قدم امام مهدی صحبته حرف زدن از کنار کعبه ندا میده که ای مردم عالم من اومدم من امام مهدی هم و مردم عالم از همه جای عالم صدای امام رو میشنوند همون جا امام شروع میکنه به بیان معرفی خودش خودش رو معرفی میکنه میاد کارهایی که میخواد انجام بده رو میگه از مظلومیت میگه این قدم اوله امام مهدی همیشه با مردم عالم در هر جا که هستن برهان رو بیان میکنه ادله بیان میکنه به همین دلیل بارها و بارها خدمتتون گفتم ایزان که این سال براتون پیش اومده گوش کنید واقعا مطابق با روایت عرض میکنم دوستانی که پیگیر هستن اینا رو دیدن که روایتش رو هزار بار نشون دادیم امام با هر قوم و طایفه بیان برهان میکنه سال از شما دارن یه آتئیست که فوش به اسلام میده شب و روز یه منکر خدا که فوش به اسلام میده شب و روز این طبق روایات خیلی و از اینا میان تابع امام مهدی میشن چجوری تابع میشن شما بگید چجوری تابه امام مهدی میشن امام رو میبینن امام رو میشناسن و باور میکنن که او امام است پاک خدا وجود داره اول خدا رو باور میکنن با امام مهدی خدا رو باور میکنن بعد باور میکنن که هر چرا که به عنوان دین بوده حقه تمام شد امام یه چیزی رو ارائه میده که یه آتیست میاد خدا باور میشه یه آتیست میاد طرف داره امام زمان میشه کجا گفتن اینا رو؟ قیبت نومانی بیا بابا بیا من چرا از خودم صحبت کنم حرفی که میزنم به شما سند راه میدم اینا رو میگم بدانید که اینا مزخرفات دروغ دروغ از قدیم گفتن ما مهدی که بیاد اول اینو میگفتن انقدر آخون میکشه مثلا تا زانو یا اسم امام مهدی توی خون میره حالا چرا آخون هر کی که بد باشه آخوند و طلبه داریم آدم درستیه آخوند و طلبه داریم آدم بدیه آدم های عادیم همینه امام با ریزک با این دونه روی ریزه کاری نداره دونه درشت الان توضیح میدم این رو بذارید این رو نشون بدم ببینید دوستان این کتاب چیه؟ این کتاب صفحه یک رو ببین این غیبت نومانیه بیا همینجا بیایم ببین صفحه ی فهرست کتاب عرو فهرست نشونتون بدم که شما هم اونایی که سر کار ندارم این فهرست آخر کتاب ببین این فهرست کتابه اینجا آخر کتاب نوشته که اه ماروی ببینید قلم رو بیارم رنگش عوض کنم برای شما آنچه چرا که روایت شده که امام مهدی یک چیز جدید فرا میخونه مردم رو به چیز جدید فرا میخونه و قبلش هم مهمه حالا الان براتون میارم صفحه 336 ببینید اینجا نوشته که می میخوام باب قبلیش رسیدیم به اینجا یه با همون باب قبلی که بهتون گفتم بله ببینید اخبرنی من سمع عبدالله ابراهیم نامی میگه یه نفر از امام صادق شنید خودش بهم گفت که میفرمود آره اینو کتابت شده امام زمان وقتی خرجه این خروج کنه خرج من هذا الامر من کان من کان یرا ان من اهل اون کسانی که یرا معتقد بودن فکر میکردن من اهلی از تشیع هستن اهل مذهب هستن اینا, اینا خرجه برادر من خواهر من خرجه اینو خروج میکنن یعنی از مذهب میرن بیرون تو نگران چی هستی که امام گردن تو بزنه امام زمان بیا تو مقدم بری بیرون خواه امام زمان برات برهان میاره ادامه رو ببین و دخل فیه و داخل در مذهب میشن داخل در اعتقاد عقل میشن شبه و عبدت شمس و القمر عبده جمع عابده یعنی ها داخل میشوند فیه در اعتقاد به امام مهدی در اعتقاد به 12 امام در اعتقاد به وجود خدا این این مذهب رو قبول میکنن حق رو قبول میکنن کیا شبه یعنی شبیه افرادی که عبادت کنندگان خورشید و ما هستند پناه بر خدا چجوری میشه که افرادی که ش... تازه امامی چرا اینجوری با یعنی اصلا مذهبشون درست سرمون نیست منم چی فکرشون چی هست یه چیزی تو مایه های خورشید پرست و ما پرست داغون اینها وارد مذهب میشن امام مهدی دلیل میاره اینها میبینن دلیل رو وارد مذهب میشن جناب علی امام عدل و برهان میاره نمیپذیری خب می قطعا میپذیری حرف ما اینه امام زمان با اون دونه درشتا دو کار داره امام در روایت داریم که چقدر روایت داریم که میگه اعراب اعراب این منظور دول عربی آدم عادی عرب این آدمی که پاک دل دنبال نون حلال داره میدوه امام که بیاد برای چی قبول نکنه شما ببینید بگید عدله و برهان یقینی ببینه برای چی قبول نکنه اونی که منفعت داره قبول نمی کنه منافع جای دیگه است که امام که بیاد به سات من منافعش رو جمع میکنه اینا نمیپذیرن پس بدان که امام زمان اصلا کارش با مردم عادی نیست ابتدا و گنده کار داره مثلا داری که امام زمان میاد یکی از اولین کارهایی که میکنه کجا میره گفتید کلیدداران داران کعبه روایت در همین غیبت رو امام میره کلیدداران داران کعبه روایت دارید که بهشون میگن که بنی شیبه ببینید بارها گفتم دور پیامبر پردهداران و مسئولین کعبه مسئولین مالی کعبه به مرور زمان از ابتدا شیبه ای بود این مسئول بود به مرور فرزندان شدن کلیدداران خانه خدا پولا رو اینا میگرفتن طلاهایی رو که اهدا میکردن اینا میگرفتن الان دست که کبه مسئول مالی خود اون گنده عربستان الان عرب. امام مهدی که میاد میه دزدان تبیر به دز میکنه سراغ بیت الله سراغ و بیت الله دزدان خانه خدا گندن یک کچون آدم معمولی هست کارگره گنده ها گنده ها امام میره گنده ها رو میگیره میاره دستاشون رو میباره به کعبه آویزون میکنه پس امام مهدی اون چیزی که مقابل امام قرار غر... یه مطلب دیگه بذار بگم همین غیبت رو امام که میاد روایت داریم که مقابل امام قرآن رو باز میکنن آیه میخونن میگن شما امام زمان نیستی دروغ میگه بعد حکم میکنن یعنی بیان میکنن مردم برید با این آقا مقابله کنید سوال آدم عادی مثل شما قرآن به دست میگیری فتوا میدیم برای امام مهدی تو چه هستی اصلا پس این مشخص گنده ها هن. خیلی راحت میشه رو فهمید پس امام زمان با این ریزه ها با ماها کاری نداره با گنده ها کار داره اونها نمیپذیرند برهان های امام رو این مطلب اول این خیلی راحت گفتم روایی به شما گفتم که این رو ما متوجه بشیم و نترسیم اونها باید بترسن گنده ها دوزده ها افرادی که امام که بیاد بسات و دکانشان رو جمع میکنه پس برای زور دعا کن بعدی سال بعدی وضعیت گرانی دلار و تورم تا کجا پیش میره ما چی کار کنیم ببینیم بزرگوار بار. بارهای مطلب رو عرض کردم وضعیت دلار اصلا خوب نخواهد بود قبل از اینکه یک خود دلار دیوانوار بره بالا قبل از محرم عرض کردیم طبق پیشگویی امام صادق علیه السلام از کتاب دانیال نبی حساب کردیم گفتیم میشه محرم به این طرف بعد از محرم عرض کردیم گرونی زیاد میشه و بعدش وقتی زیاد شد بارها از همون موقع عرض کردیم که وای میسه وای میسه استاد از الان به بعدم عرض میکنم طبق همین پیشگویی دوباره تورم گرانی دلار ادامه پیدا میکنه روندش میره بالا این دفعه بدتر از همیشه شما چیکار کنید خب ببینید اولش که دیشب دوستانی که لایو صوتی من رو گوش نکردن گوش کنن یه تیکش رو فعلا گذاشتم در این اینستاگرام کاملش در ایتا اخبار آخر و زمان تلگرام گروه صدای زور یوتیوب المهدی 313 کانال کانالی که من دارم کاملش رو گوش کنید اونجا روایاتش خوندم امام صادق فرمود شیعه دچار گرانی شدیدی میشه شیعه مخصوصا تا حدی که یجوع الناس شیعیان گرسته میشن سنتا در یک برهی گرستگی میکشن به غلا و اسارمه به خاطر گرانیه یعنی گرانی اینقدر زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه که یه نون نمیتونی بخری چون خیلی گران شده آلمان این بلا سرش آمده بود برای گرفتن و بعد از جنگ برای خرید یه دونه کنسرو لوبیا طرف با یه دونه فرغون پول پر میکرد میبرد که یه کنسرو تورم ببینید چقدر ناجور شده بود عکسش هم هست دوستان سرچ کنن میتونم پیدا کنن من نمیگم وضع اینجوری میشه البته نمیدونم ولی اینقدر رو میدونیم به شدت اوضاع بد میشه عزیزان ما در غرب زوریم آقا هر کی می... الان بخواد اعتراض کنه نمیدونم فلان آقا جان ما در غرب ظهوریم اصلا شکی در این قضیه نیست دنیا کاملا آماده است برای ظهور ما مهدی حالا سالش مشخص نیست ما نمیدونیم اذیت کلی کاملا دنیا آماده است جمع کن خودت رو آماده کن این اتفاق میافته روایت داریم مردم همه مردم اقفل یعنی چی؟ قافل ترینه نباشیم قافل نه قافل یعنی که ما نشستیم تو خونمون یک هو خبر یک خبرگذاری یک پیج این استگرام میگه آقا جان امام زمان یه شخصی به عنوان امام زمان اومده و گارد معمورین کعبه نتونستن کاری رو انجام بدن مات شدن مبهود ماندن خبر هی خبر پشت خبر عادی عادی تو میری سر کار میای اوزای زور اینه غافل نباش غافل یعنی که امام اومده روزی که ظهور کرده شیش ماه گذشته بعد تو خبر میشتوی که ما مهدی داره قیام میکنه میشه غفلت تو باید رسد کنی اوزار برای داره من من غافل باشیم به همین دلیل امام مهدی قبلش قبل ظهورش اوضاع گرانی به شدت شدید میشه علیکی اینا سیابازینه چقدر روایت من خوندم هر چی آقا جان هر چی کتاب داریم بنده حقیق تمام این کتاب رو ورق زدم و روایتش رو در بردم تا این شیشفا همه رو خوندم در لایو صوتی لایو تصویر همه رو گفتم چندین لایو مختلف دارم در مورد همین قهدی در مورد مثل یقل لطام حتی این عبارات که تمام مواد غذایی کم میشه یق حتی ناس مردم به قحطی میرسن آقا این اتفاق میفته ترس داره خب بله زور ما مهدی به خود بشه دنیا یم الارض عدلا و قسطا کما مل از ظلم و جورا زمین پر از ظلمه زمین پر از ستمه ستم یعنی گرانی ستم یعنی احتکار ستم یعنی تورم اینا ستمه دیگه عزیزان من ما ستمکش بلاکش مایم. به همین دلیل دنیا در اوج بدبختی که ما مهدی میاد باید دعا کنید که ما مهدی بیاد امام مهدی میاد وضع درست کنه امام مهدی همون رهبر واقعی همون رئیس جمهور واقعی همونی که مردم دنبالشن که بیاد وضع درست کنه امام مهدیه واقعا امام زمانه همونی که یهودی ها دارن چندین سال نامردی میکنن مرموزانه دنیا رو آماده میکنه واسه که خودشون بیاد عمدن دارن مقدمه سازی میکنن برای ظهور مصنوعی مقدمات مصنوعی مثلا میخوام بسازن که زور منجیشون صورت بگیره در واقع منجی واقعی همون امام مهدیه حالا قبل از این که امامیت دنیا این وضع رو داره همه یا روایات شیوسانی متواتر گفتن زمین پر از ظلم و جوره یعنی همین ظلم و جور ظلم مستاقش یه دونه است عزیزان اینه که یه نفر رو سیلی بزنی بهش بگن ظلم بهش بگن جور و ستم گرانی مستاق ستم نیست ستم بر مردم احتکار ستم نیست هست خب ادامه یشون گفته ما چیکار کنیم تو این وضعیت پس دلار میره بالا الان دارم اینجا اعلام میکنم الان دلار استاپ خورده دیگه درسته میره بالا میره بالا 100 هزار تومان شد هر یه دلار همینجا دوباره لایو میذارم ما دوباره هشدار میدم برای بعدش طبق روایت ما امیدمون به زور به شدت بالاست این رو شواهد و قرائن میگن من اینجا خودم رو اینجا خراب نمیکنم که حرفی رو بزنم که کار نشده است و روش در موردش روایتی رو مطالعه نکردیم حالا ادامه چیکار کنیم عزیزان مغازه داری مغازه اجاره میدی مغازه اجاره کردی خونه ساختمون سازی زراعت نگاه کن شغل چیه طبق شغلی که داری ببین آیا بالا رفتن دلار ضرر به تو میرسانی یا نه اگر بالا رفتن دلار ضرر به شدید به تو وارد کرد مشورت کن با اون کسی که اهلشه یا خودت فکر کن با خانوادت با اون کسی که حالا مشاور واقعا این کار هستش ببین چه کاری رو باید انجام میدی که این بالا رفتن دلار ضربه بهت وارد نکنه پایین آمدنش زیاد فکر نکن بهش در آیده و طبق اون مسلحتی که حالا خودت میاندیشی دیگران برات میاندیشن مشورت کن و تصمیم بگیر اینجوری من نمیتونم برای کل همه نسخه بشم مثلا این کار نیستم من هر کیم در خصوصیت من سوال کرد عرض این کار نیستم دارم گفتم مغازه اجاره میخوام بکنم تمدید کنم گفتم چی میدونم برو مشورت کن به هم دلیل باید خودتون عزیزا مشورت کنید بی, خیال نباشین بی خیال نباشین که دیگه بعدی آقا جان گفته که قحتی چقدر طول میکشه و ما چیکار قحتی زیاد طولانی نیست قحتی یه نقلی داریم که زیاد بهش حساب نمیشه کرد که گفته ده سال یعنی همین حدود زیاد قحتی رو شمرده اما قحتی در زمان ظهور زمانیه که ببینید دارم عرض میکنم طبق روایات این گرونی میاد 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 به یه جایی میرسه که احتکارها زیاد میشه این احتکارها که زیاد بشه ببینید خوب گوش کنید یک اولا از قبل بگم جنگ میشه قطعا کشوری مانند چین وارد جنگ میشه آمریکا حتی مستقیم وارد جنگ میشه و کشورهای زیادی هستن که الانی پتانسیل رو دارن مثل افغانستان و مثل, مثل ایران با آذربایجان و حتی کشوری مثل سوریه که دیگه خبر داره از چند جانب ترکیه و کشورهای مختلفی که وجود دارن چین و تایوان ببینید دوستان گران جنگ صورت بگیره قطعا احتکارها زیاد میشه تولید اون موادی که کشورها انجام میدن مانند چین به شدت میاد پایین مخصوصا کشوری که جنگ داره این باعث میشه که احتکار صورت بگیره و گرونی صورت بگیره احتکار که صورت بگیره همینجوری گرونی میشه و این گرونی باز احتکار بیشتری رو می انجامه سرش ببینید روایت داریم از امام صادق که فرمودن که یحتکر و سلطان یعنی این احتکارهایی که کلانه رو بزرگا انجام میدن سلطان یحتکر سلطان یعنی هر موقع دیدید گنده ها احتکار کردن بدون ظهور نزدیکه یعنی چی یعنی وقتی بزرگا احتکار کنن خیلی احتکارشون زیاده وقتی احتکارها انبارها اندازه یه شهر باشه حالا دارم مبالغه میکنم منظور بسیار عظیمه این باعث میشه که یک گرونی و قحطی عجیبی به وجود بیاد مقطعی و این عزیزان مقطعیه یعنی طولانی نیست امکان نداره یه قحطی بسیار طولانی میاد اصلا ممکن نیست قحطی طولانی نیست مقطعی اما شما چیکار کنید بارها صحبت کردید همیشه مواد غذایی ذخیره داشته باشید سال یک هفته فرض کنید برق قطع شد اینترنت قطع شد کارتخانه ها کار نمیکنن مغازه ها بستن شما چیکار میکنید بنده یکی دو هفته باید بتونید که شکم خودتون رو سیر کنید دیگه بهترین چیزها رو هم ما گفتیم سبیق رو صحبت کردیم خیلی عالیه نون رو خوش میکنید در هوای آزاد خوش کنید در یک کارتون یک کمی تکار و تکای کوچیکتر تبدیل کنید نون رو در کارتون نگهداری کنید کپک نمیزنه اگر در فضای در باشه کپک میزنه این رو نگهداری کنید مربا درست کنید که آبش کلا خوش شده باشه فقط غندش که به صورت غلیزه بمونه آب کلا آب آبش بخار شده باشه این مربا و مدت ها میمونه میتونید اینها رو نگهداری کنید دیگه نه از گرسنگی میبینن چیزی اون ملت هایی هم که قحتی زده شدن اگر این صحبت ها میشد مسخره میکردن خودشون دو چهار قحتی شدن و بلا سرشون اومد در ایران قحتی که اومده بود ایزان چه آدم بود اما در شمال مثلا مثل مازندران چون مردم مازندرانی ها زراعت داشتن مستقر بودن کمتر دشاره آسیب شدن حتی مادر یادش نمیاد بچه بود اما مادرش برایش خاطر تعریف نکرد در مورد این بقیه هم تعریف نکردن چرا چون اصلا دو چهار این گرفتاری نشده بودن چون اونجا مستقل بودن و تو خونه همه مردم برنج بود همه کیسه هم چند سال هم همین بودیم همه کیسه کیسه گره برنج انبار میکردن شالی حالا کوبیده نکوبیده فرقی نمیکنه و امور دیگر رو داشتن مستقل بودن به همین دلیل مسخره کردن که نداریم دیگه همه ما روایات خوندیم این همه سند نشون دادیم پس عزیزم آمادگی داشته باش برای مدت کوتاه طولانی نیست بعدی آقا گفته که ایران جنگ میشه افغانستان چی ببین عزیزان من جنگ ایران به معنی کلی جنگ نه چیزی در روایت نیومده اما نزدیک ظهور نزدیک ظهور تهران اتفاقات درگیری میفته چسبیده بهتره بگم همزمان با ظهوره که تهران محل حوادث میشه که بارها در موردش صحبت کردیم رجوع کنید به لایو تهران در آخر زمان. برید دو سه تا برنامه داشتم در این زمینه دوستان در یوتیوب در تلگرام سرچ کنید پیدا میکنید اما دو تا اتفاق بزرگ در ایران و افغانستان میفته هم ایران هم افغانستان یک عزیزان دل گرانی افسار گسیخته که میگم یعنی افسار گسیخته این اتفاق که این مدت افتاد یه دیگه دلار چجوری رفت بالا بدتر از اون دار دارم واقعا واضح میگم بی پرده خودم خراب نمیکنم بدتر از این اتفاق گرانی رو خواهی دید این یکی دو بحث بیماری بیولوژیک عزیزان شیعه دچار موتون ذریع میشه امام صادق علیه السلام فرمود شیعه اختصاصی یه بلایار رو داره اختصاصی یعنی خاص برای شیعه انجام میشه ببینید ولا نبلوان نکم یعنی خاصتا لشیعه مخصوص شیعه است ایران افغانستان مخصوصا ایران افغانستان چی بود موتون ذریع بیماری رو میسازن در جامعه شیعه پخش میکنن و مردم دچار مرگ سفید و مرگ زری میشن زری به معنای فراگیر و سریه سری پخش میشه سری میمیرن ام مردم و همچنین فراگیره به شدت فراگیر خواهد بود راه چاره چیه؟ امام صادق فرمود کلا ما چنگ بزنید برای اینکه بیماری یقه شما را نگیره به کلام اهل بیت رجوع کنید حجامت بهترین راهکار برای کل پیامبر روایت داریم هر بیماری سراغش می اومد حجامت میکرد هر بیماری و الله دیگه که اینجا من نمیتونم در مورد صحبت کنم این جور موارد رو هم در گروه صدای زیر مفصلا گفتیم و خواهیم گفت تشریف بیارید در گروه صدای زیر تلگرام یا کانال اخبار آخر زمان در ایتا پس عزیزان دل اینم عرض کنم که لشکر سفیانی به خونه های ما حمله میکنه ببینید لشکر سفیانی مسیرش رو عرض میکنم سفیانی از اردن شمال اردن حرکتش رو آغاز میکنه اما با نیروهای بسیار قلیل با فامیلای خودش میاد در دمشق وقتی در دمشق نیروها بهش ملحق میشن سفیانی تبلیغش رو میکنن در فضای رسانی مجازی نیرو جمع میکنه وقتی که در دمشق نشست و جاش محکم شد نیروها رو پخش میکنه کجا یه بخشی از نیروهاش در سوریه هستن یه بخشی از نیروها رو میفرسته به عراق یک بخشی رو به مدینه میفرسته یک بخش دو تا بخشش رو به ایران میفرسته یک بخش از نیروهای سفیانی از ایران عبور میکنن وارد افغانستان میشن یه بخش از نیروهاشان وارد می می نیروهاش شیراز میشن شما ببینید وقتی این نیروها حرکت که میکنه اون موقع اوضاع مثل الان نیست اوضاع به هم ریخته از اوضاع کشورها مرزا اصلا داستان فرق میکنه اینو بارها گفتم بازم دارم میگم نیروها باید عبور کنن از مسیر این مسیرها همه ناامن میشه اما روایات ما چی میگه از روایات این برمیاد که اگر افراد خودشون رو پنهان کنن دچار آسیب نمیشن فقط یک شهره اونم شهر کوفه هستش که خونه ها ناامن میشه اما جای دیگه خونه ناامن نیست در کوفه روایت داریم حتی خود سفیانی وارد خونه نمیشه یه کار دیگه انجام میده یه بیانیه رو بلند میخونن که هر کسی سر شیعه رو برای من لشکر ما بیاره خود صوفیان اون موقع در کوفه نیست لشکرش حتی امیرش رو هم وطف کردن چه شکل شمایلی داره اسم رسم لشکر برای لشکر ما سر شیعه رو بیارید هزار دینار مثلا به شما هم ما جایزه میدیم اونجاست که همسایه ها نامردی میکنن هر کسی شیعه باشه سرش رو میبرن بدون سال و پرسش میارن می برای لشکر یه مدت کوتاه دو هفته حدودن سه هفته نمیدونم همین حدود الان دقیق تو هم نیست اما شهرهای دیگه اینجوری نیست فقط بیرون ناامنه در شیراز یه منطقه هستش که به اعتمال زیاد یه منطقه خالیه اونجا درگیری صورت میگیره بین لشکر خور اول مردم بعد لشکر خراسانی شعیب میاد و درگیری صورت میگیره تهران اما خیلی وضعش بدتر میشه اون موقع چون تهران مردم آسیب میبینن یه عده‌ای هستن که حسنی به مردم حمله میکنه اون مردم قطعا موافق نیستن مخالفین هستن حالا اون موقع در تهران هستن اینا فرار میکنن یه بگذاریم اینا یه خورده مفصلی که در برنامه تهران قسمت دوم تهران در آخر زمان اینا رو نشون دادم خدمتشون شما بزرگ بارم پس لشکر صوفیانی روایت داریم که یتقیب عنه الرجال مردها خودشون مخفی کنن یعنی چی یعنی مرد میره بیرون دیگه کار میکنه خرید میکنه فلان بیاد تو خونه پنهان بشید و الا لشکر سفینی هر کسی مثل مغول های اون دوره بودن هر کی می دیدن می کشتن. جلو خودشون یکی مغول اون موقع که حمله کرده بودن غیر شبیه خودش رو میدید می کشت لشکر سفینی بدتر از مغول هاست. ببینه کسی رو که شبیه خودشون نیستن و لباس سپاهی خودشون و لشکری خودشون نپوشیده می کشنشون. به همین دلیل مراقب باشون اون موقع شرایط خیلی اساسه چقدر عزیزان طول می از روزی که صوفی دیگه روایتش معروفه دیگه از لحظه‌ای که صوفی لشکرش رو پخش میکنه شش ماه زمان داره بعد از شش ماه روایت داریم که اون موقع بهترین موقع هستش که جناب علی بارو تو جمع کنی بری برای ملحق شدن به امام زمان حواستون رو جمع کنید عزیزان دل و خدمتتون عرض کنم که دوستان از این پس دوستان عزیز به عنوان جمع مندی آخر شبم برای قرعه دوباره خدمتتون هستم دوستان گرامی بزرگواران واران گل ها خوب ها شیعیان گرامی یک چیز رو من هزار بار گفتم ده هزار بار دیگه هم میگم آینده اوضاع اقتصادی دیوانه وار دهن همه را سرویس میکنه دارم باز هم با من برادر عرض خدمت شما دوستان گل برادران خواهران آینده اقتصادی دنیا نابود است ما در غرب ظهوریم این جمله رو هم یادگاری میذارم تورم زنجیر پاره خواهد کرد اقتصاد نابود می شود در ایران و کل دنیا اقتصاد خودتون رو دریابید به فکر پول های خودتون باشید زندگیتون رو بکنید فکر کنید اگر آینده اوضا بد شد تو با پول چیکار کنی که ضرر نکنی همین طلا داری زمین داری ملک داری هر چی شیه گرامی ما حرفم با تو هی. به فکر باش دوباره ان الله بنده حقیر همین مطالب رو بعدا هم به وقتش به شما خواهم زد دوست ندارم که اون موقع بگم دیدی من گفتم من این جمله بدم میاد دیدی من گفتم این جمله رو من نمیگم به شما ولی دوباره برمیگردم چرا اینا رو میگم همین که در روایت اینا رو داری که نگه سیاوازی ها اینا و صادق فهمید لایو رو ببینید اما این رو میگم که مراقب باشید پولتون از دست ندید دو مراقب بیماری ساختگی باشید که به‌زودی رو میشه ما فراموشکاریم اون بیماری که ساخته شد وقتی پخش شد به شبیه کرونا خبر شما ما فراموش میکنیم که آقای اهدار و سمینا رو گفت این اون نیست اینو فراموش نکنیم و بگیم این اون نیست این اون هست اتباعا خودش همونی که ما گفتیمه مراقب این دوتا فقط باشید چی ایانی که در ایران افغانستان هستید این دوتا رو بپایید این دوتا دهن ما رو سرویس نکنه هیچی ما رو کار نداره ببخشید من رک میگم واقعا دهن رو میکنه این دوتا روایت داریم موت زلی جان رو میگیره بپایید عزیزان مراقب باشید این دوتا ما رو نکنه همین اگر هم خواهید بدانید که ما در این موارد در قحطی و فلان و بهمان چیکار کنیم خیلی مطلب گفتم من رجوع کنید دوباره هم میگم بیشترش رو در گروه صدای زور در تلگرام میگم عضو اونجا بشید چون اونجا وایس میتونم بذارم راحتم من یا علی مدد من وقت نمیگم دوستان خدا نگهدارتون التماس دعا دعاگوی شما هستم خدا میدونه همیشه در نماز دعا میکنم خداوند داد در گرفتاری بلایای پیش رو فتنه ها بیماری هایی که قرار بسازن بیولوژیک به خورد جامعه شیعه بدن خدا یا تک تک شیعیان فرزندانشون رو حفظ بفرما من دعا هستن با بهترین حالت همیشه برای شما دعا میکنم شما برای هم دیگه دعا کنید دوستان گرامی یا علی مدد خدا نگهدارتون بنده اقیر رو حتما دوستان امایت کنید خدا نگهدار